به طور کلی ادبیات ما چه رمان و داستان و چه شعر و نمایشنامه و تمام امور نوشتاری مربوط به ادبیات، اینها در یک تقسیم بندی کلی به یک دوره 60 ساله و 40 ساله تقسیم میشه. دوره 60 ساله که از مشروطیت شروع شده، حدوداً نخست مضمون اصلی ادبیات قانونگراییه، میخواد مجلس داشته باشن قانون و مقررات. بعد در دوره رضاشاه هویت ملی مطرح میشه، توی ادبیات ما این انعکاس پیدا میکنه، مضمون اصلی و محوری میشه. بعد از 1920 به بعد مسئله مبارزه با استعمار و استبداد شروع میشه، اونم بازم مسئله حاکم، نه اینکه مسائل دیگه مطرح نیست، ولی این مسئله اصلی و محوریه که دیکتاتور بر سرنگون بشه و استعمار باید از بین بره و ملت ها آزاد بشن و اینا. این نوعی آرمانگرایی و یک اعتقاد به آرمان شهر و اینکه یک روزی ما نجات پیدا خواهیم کرد، مسئله اصلی ادبیات و رمان و شعر و ایناست. انقلاب شکوهمند که انجام میشه، یه دوره 40 ساله داریم که تقریبا شکلش متفاوته، یعنی دیگه از اون مضامین کلی که به آرمان گرایی بیشتر معروف است مربوط میشد فاصله میگیره. اولا ادبیات گذشته در محاق قرار میگیره، ادبیات جهانی مطرح میشه، بیشتر نقد هایی که در جهان مطرح است و مکاتب جهانی مطرح میشه، خلاف اون چی که از سیاست به طرف بومیگرایی میره و به طرف تهجر قدیمی میره، تو ادبیات به طرف جهان توجه میکنن. نکته بعدی این است که در واقع ترجمه رشد فوق‌العاده پیدا میکنه و این ترجمه تاثیر میذاره روی نوشته های شعر و قصه و اینا. به فردیت توجه میشه، قبلا کمتر از من صحبت میشد، نه اینکه استثناهای فراوانی داره، ولی به هر حال قاعده این بود که گفتیم ما باید این کار رو بکنیم. ولی بعد انقلاب میگن من کیم، مشکل من چیه، من چیکار باید بکنم، من از ما جدا شده. و جوان امروزی بیشتر سعی میکنه که خودش بشناسه، درون خودش بشناسه، خودش با دیگران مقایسه کنه، و این خیلی خوبه. یعنی فردیت گرایی بسیار مهمه و استقلال فردی که خودش از جمع جدا کنه، اما این نباید اونقدر راه افراط بپیمایه که در واقع مسئله ما رو فراموش کنه. همواره من در کنار دیگران قرار داره، بنابراین مسئله ما به عنوان کلی باید مطرح باشه. البته فردگرایی خیلی اهمیت داره و اصلا یکی از ریشه های تمدن مدرن فردگراییه که شخص متوجه حضور خودش بشه. مثلا تو قبیله کسی خودش فرد نمیدونه، توی دوره ناصرالدین شاه همه رعیتن، کسی خودش جداگانه مستقل نمیدونه. ولی الان شخص میگه من کارمندم، من کارگرم، من نویسندم، من نظامیم. اون موقع توی طبقه خودش رو میدیدن و مستحیل بودن در طبقه. اینه که این تقسیم بندی 100 ساله وجود داره. این یه نکته. نکته دیگه ای که میشه اضافه کرد به این قضیه اینه که حالا رمان و ادبیات چجوری به شکل نهایی خودش میرسه، سوالی که شما فرمودید. رمان باید به کمال خودش بیاندیشه. نخستین چیزی که باید یک نویسنده رمان در نظر داشته باشه اینه که کار خودش رو به طور کامل خلق کنه، اونطوری که ظرفیت داره و میاندیشه و جهانبینی داره و تربیت شده و متعلق به اون فرهنگ است. این یه نکته هست که ما نباید در درجه اول
اصل هنری خودمون مطابق سلیقه عمومی یا زمان تعیین کنیم، بلکه باید ببینیم این کار به طور کامل ساخته بشه. بوفکور به طور کامل ساخته شده در منتهای ظرفیت ذهنی هدایت، به این دلیل اهمیت داره. ولی در این حالی که ما به کمال ظرفیت هنری اون اثر فکر میکنیم، خواست زمانه و نیاز عمومی هم در این که اون اثر مورد قبول قرار بگیره اهمیت داره و اینا از هم جدا نیستن. یعنی مثلا بکت داره در انتظار گدو می نویسه، این در درجه اول سعی میکنم در انتظار گدو کامل در این کارش باشه، حتی اکثر کوشش میکنه، اما نکته ای که باعث شده که در انتظار گدو از بقیه کارهای بکت بیشتر مورد توجه قرار بگیره در جهان، این است که اون به یک انتظار عمومی که بعد جنگ دوم جهانی بوده پاسخ داده. بعد جنگ دوم جهانی مردم منتظر بودن یه اتفاقی بیفته، بکت این انتظار مطرح کرده و جا افتاده. و یا مثلا کار آوازخوان تاس یونسکو که مسئله سوء تفاهم زبان مطرح کرده. اون موقع این مسئله در جوامع مختلف حاد بوده که زبان همیشه وسیله گفتگو و تفاهم نیست، بلکه گاهی مخدوش میکنه ارتباط آدم ها. من یه چیزی میگم، مخاطب من یه چیز دیگه میفهمه و مثلا این زبان یاوه میشه در این قضیه. بنابراین اگر بخوایم خلاصه کنیم، نخست بعد اثر کامل آفریده بشه، اما بی نیاز نیست از این که با خواست عمومی انتظار جامعه جهانی و زمانه خودش منطبق. در واقع رمان مدرن انتهای مسیر رمان نویسی دیگه، به این معنا که وقتی ما رمان نویسی اساسی رو از دونکیشوت در واقع آغاز کردیم که از رمانس جدا شده، از قصه های افسانه جدا شده و رمان واقعی شده، این رمان یه دوره‌ای به سرگرمی بوده، یه دوره‌ای به تاریخ پرداخته، یه دوره‌ای به شخصیت‌های مهم جهان پرداخته، یه مدتی مذهب یا سلطنت یا این قضیه‌ها مطرح بوده، انقلاب مطرح بوده توش، مثل بینوایان که خب انقلاب کبیر فرانسه توش مطرحه، یا ست و ونگدار که یه جور سلطنت توش مطرحه، یا بعض وقت کلیسا. ولی رمان مدرن میاد کم کم فضا رو خیلی وسیع‌تر میکنه و میگه که مضامین رو نباید محدود کرد، بعد رمان میتواند به همه چیز اشراف داشته باشه و نگاه بکنه و ازش مایه بگیره. این کاری که تو نقاشی شد، یه وقتی نقاشی در خدمت کلیسا بود، یه وقتی در خدمت سلاطین بود، بعد از اواخر قرن 19 هم مثلا آدم های مثل سزان اینا آمدن گفتن نه، تو فرق نمی کنی که مسیحه بکشی یا یه سیب و گلابیه بکشی، تو بعد این خیلی قشنگ تجسم ببخشی، این مهمه، این که چه سوژه انتخاب بکنی مهم نیست. رمان مدرن هم در واقع ادامه دهنده این فکر است که باید رمان به رسانه خودش وفادار باشه. اینی که نمیشه در واقع رسانه ها رو با همدیگه اشتباه کرد، ظرفیت هر رسانه ای باید دقیقا شناخته بشه واسه کسی که تو اون رسانه کار میکنه. وقتی که ما جهان پهناورتری رو برای مثلا یه رمانی من خواندم که یه آدمی با دیوار صحبت میکنه، توی سلولی هست با دیوار صحبت می‌کنه، کل رمان اینه. خاصا این از نظر رمان قدیمی یه کمی عجیبه غریب به نظر میاد، ولی هست دیگه. یا مثلا خود گلگوار سامسا قهرمان داستان یه سوسک گنده است. خب این اصلا درسته که پشت قضیه به یک نظام فکری و یک نظام مادی اشاره می‌کنه که آدما رو تبدیل به حشره کرده، اما به هر حال با یه چیز با گریگوار سامسا شروع میشه اون رمان. در واقع ترکیبی از این دو هست، مثلا بوفگور هدایت
در این حالی که ظاهراً یک اثری است جدا از دوره رضاشاه، ولی خفقان دوره رضاشاهی منع تفکر در اون دوره یا هویت یابی و ناسیونالیسمی که تو دوره رشد پیدا کرده یا مدرن شدن کشور یه جوری توی اونجا انعکاس داره. و به جز این قضایا که مسئله زمانمنده، یه مش مسائل تاریخی هم مطرحه، مثلا گلدان راغر پیدا میکنن مال 1000 سال پیش، یا بخش از مینیاتور ایران تو زنده میشه. یعنی تاریخ گذشته، وضع حال و دلهوره آینده توی این کتاب آمده. ذهن باید از این مسئله که یا این یا اون ما خارج کنیم، بلکه هم این و هم اون چیزی که در زندگی بشری امروز جریان داره و بسیار چیزای متناقض تو ذهن آدم هست، که اصلا یکی از دلایل پدید آمدن آثار هنری تناقض ها و تضاد های شدیدی که تو ذهن یه آدمه، و این میخواد و تعجب میکنه که چطوری با این تناقض ها کنار بیاد و یک هویت یگانه داشته باشه. هویتش چندگانه شده و تمام کوششی که میخواد این هویت خودش یگانه کنه و به شناخت دقیق خودش برسه، یکی از انگیزه های نوشتن شعر، رمان، اثر هنریه. بگمان من آثار خوبی در زبان فارسی آفریده شده، اما اینکه چرا اینا ترجمه نشدن بعضی هاش، یا جهانی نشدن، یا سهم خودشون رو پیدا نکردن، علل مختلفی داره، یک مسئله نیست. یکی اینکه زبان ما زبان محدودی است، بین 3 کشور ایران و افغانستان و تاجیکستان هست و این زبان یک زبان جهانی نیست. یکی دیگه میگن چطور مثلا نویسندگان آمریکای لاتین این همه معروف شدن، این همه تاثیر داشتن رو دنیا، ولی زبان فارسی نداشته. این به نظر من حرف بی ربطیه. چرا؟ برای اینکه یک آدمی که در کولومبیا هست، وقتی که میخواد رمان بنویسه، جلوش میگیرن، بلند میشه میره ونزوئلا، میره اسپانیا، اونجا مینویسه راحت. من ایرانی اگر توی ایران نتوانم کارم چاپ کنم که نمیذارن چاپ بکنم، من کجا برم؟ بنابراین هم زبان من محدوده. اونجا 800 حدود بیش از 800 میلیون آدم به زبان اسپانیایی صحبت میکنن. بنابراین شما مینویسی کتاب دارن، 800 میلیون احتمال وجود داره برای کار شما. اینجا مثلا 150 میلیون حتی اکثر میتوانه مخاطب داشته باشه. بنابراین مسئله زبان هست. مسئله این است که ما متاسفانه یک زبان رسمی جهانی نیستیم و گسترده نیستیم. بعد به جز این، حالا مثلا ترکیه شبیه ماست دیگه. ترکیه اومده در از زمان آتاتورک برد و بعدن اداره درست کردن، اینا آثار مهم دنیای ترجمه کردن به ترکی. و این خب خیلی مهمه که شاهکارهای چیزه یک مؤسسه عظیمی بتونه ترجمه کنه و اینا در اختیار باشه. اینا به رشد ادبیات کمک میکنه. اینجا چنین چیزی نبوده. چند تا ناشر بودن به سلیقه خودشون، یا چند تا مترجم چیزهایی ترجمه کردن جسته گریخته. شما با یک نظم و ترتیب سیستماتیک روبرو نیستید، بلکه با یک کار اتفاقی و گسسته و ناپیوسته روبرو هستید. بنابراین خب اینا مثلا یه عنصر دیگه است. چرا آثار نقد نمیشه؟ شاید سوال اصلی باشه که چرا یک فیلم منتقد فیلم درجه یک نداریم؟ چرا منتقد تئاتر خوب نداریم؟ چرا اینها؟ این یه منتقد ورزش با نویسنده فرق میکنه. نویسنده یه کتاب مینویسه، یه رمان مینویسه، به 1000 زحمت و مشکلات اینا، ولی به حال رمانش مینویسه، چاپ میکنه. منتقد که بخواد راجع به کار این صحبت بکنه، باید یه هفته دو هفته وقت بذاره، اینه بخانه کار قبلی این آدم، بخانه بعد به ادبیات کلی اون دوره واقف باشه، ادبیات جهانی رو بشناسه، تا بتونه یه مقاله بنویسه که شایسته یک اثر درست باشه.
این وقتی که اینه می نویسه چقدر بهش حق و زحمه میدن، مثلا حالا 1,000,000 تومان و این باید 8,000,000 تومان روش بذاره اجاره خانهشو بده. این معلومه که این کار نمیکنه، دنبال این کار نمیره. یا بایستی منتقدین، مثلا یه دوره‌ای که نقد در 40 و 50 جریان داشت، ما تو روزنامه کار میکنیم، مثلا من نقد نقاشی مینوشتم، به مدت 10 سال نقد نقاشی نوشتم تو روزنامه اطلاعات. حقوق من روزنامه اطلاعات میاد، حقوق خیلی خوبی هم میداد که هر چقدر خرج میکردیم تمام نمیشد. شما فکر کنید اون موقع 15,000 تومان مثلا به یه دبیر پول میداد، اصلا یعنی وحشتناک، اصلا حقوق کارمند بود 1,000 تومان. خب این من میتوانم به خیال راحت نقد بنویسم، برای اینکه وقت بذارم، مثلا 2 هفته 1 ماه وقت بذارم کارهای سایدی رو بخونم و جوش مقاله بنویسم یا راجب نقاشی یا هر چیز دیگه. ولی وقتی که الان منتقد به خرج خودش بخواد کار کنه، چقدر میتوانه رو به خاطر ذوق خودش یک کار ادامه بده؟ در دنیا برای این راه حل پیدا کردن، انتشاراتی ها یا بخش خصوصی به اینها کمک مالی میکنند که اینها بتوانند کارشان انجام بدن. چون الان مثلا یک تو ایران یه شکل غلطی کاریکاتوریش به وجود اومده که وقتی یه نفر بخواد فیلم بسازه، یه بودجه هم میذاره برای یه روزنامه نویسی که تبلیغات اینو به عهده بگیره. این دیگه نقد نمیشه، این تبلیغات میشه و اصلا چه بی ربطیه و توهین به اون آدمه. باید فیلم ساخته بشه، یک منتقدی که حمایت میشه به وسیله یک سازمان جدا از سینما، این بتوانه با خیال راحت بشینه 1 ماه 1 روز 1 هفته وقت بذاره و یک اثری بنویسه. اینطوری است که قضیه پیش میره. مثلا غالب منتقدین بزرگ تو روزنامه ها مستقر هستن به مدت بسیار طولانی و بنا در درآمد نسبتا خوبی داره که زندگیشون اداره کنن، دغدغه نداشته باشن. و اگر نه اینکه این روزنامه ها تعطیل میشه، این میره تو روزنامه دیگه، این ما روزنامه نگار در به در داریم، یه مقدارم منتقدین بدون حمایت داریم. به چه دلیل ما توقع داریم که نقد شکل بگیره و روش کنه؟ اگر زندگی منتقدینی که با صلاحیت هستن و فراوان هم هستن تو ایران، تو همین نسل جوان، اینا تامین بشه، طبیعتاً مثلا تو همین نسل ما چند تا منتقد خیلی خوب داریم که اینا شروع کردن به رشد، ولی به دلیل همین مشکلات مالی ناگزیر به یه شاخه های دیگه پیوستن و از کار اصلیشان باز ماندن. رابطه قاتل و مقتول، یعنی هیچ ادیبی نیست که از تفکر سیاسی بی‌نیاز باشه، نه اینکه سیاست زده باشه یا به سیاست بپردازه یا سیاسی باشه، نه، تفکر سیاسی باید داشته باشه، باید بدانه تو چه زمانی با چه ملتی و در چه شرط جهانی زندگی میکنه، و اگر ندانه که خب آدم نادانی هستن. باید داشتن تفکر سیاسی برای هنرمند خیلی مهمه، اما عضو حزب بودن، سیاسی کاری، بیانیه صادر کردن، نم و تبلیغات سیاسی کردن، رفتن توی جناح خاصی، اینا کاریه که ربطی به نویسندگی نداره. خوش خیلی کار مهمه، ربطی به نویسندگی نداره. اما یه تعبیر دیگه هم از این سوال میشه کرد که سیاست با ادبیات چه کار میکنه؟ سیاست ادبیات رو میخواد مطیع خودش کنه در بعضی از کشورها. بله، خب این یه بحثی بود که تو ایران خیلی مطرح بود. مثلا هانتینگتون گفت که دنیای برخورد تمدن هاست و یک عده‌ای بودن میگفتن که نه، میتوانن تمدن ها با هم دیگه برخورد نداشته باشن. سالها این بحث انجام میده. من اصلا با اصل قضیه موافق نیستم، به این معنی که گفتگویی اگر باید در بگیره بین ملت ها، گفتگوی فرهنگ ها هست، نه گفتگوی تمدن ها. تمدن آمریکایی تمدن عظیم و قدرتمنده، تمدن ایران از ساختار مدنی ساختمان چه ضعیفیه. این چجوری گفتگو بکنه با اون؟
ولی فرهنگ ایران با 7000 سال سابقه به راحتی میدونه با فرهنگ آمریکا گفتگو کنه. بنابراین اون کاری که در رژیم پیشین شد که چایگان اینا و دکتر نس اینا ادامه شروع کرده بودن به نام گفتگوی فرهنگا، اون حرف درستی بود. فرهنگ ها میتونن با هم گفتگو کنن، برای اینکه فرهنگا بالا پایی ندارن. فرهنگ نیجریه همونقدر برای مردمش مهمه که فرهنگ ایران برای من مهمه و فرهنگ روس برای روسا مهمه و ما فرهنگ خودمون دوست داریم. این فرهنگ ها میتونن بیان با همدیگه صحبت بکنن، بالا پایین بشه، به یک تعادلی برسن و گفتگو انجام بشه، امکان پذیره. اما گفتگوی تمدن ها یا تمدن پیشرفته، مثلا حالا فرانسه با افغانستان، اون سازمان های اداری افغانستان و اون سیستم حکومتیش چه گفتگویی بکنه؟ این فقط به جز این که اونجا بچاپه اصلا هیچ هدفی برای خودش متصور نیست. و من گفتگوی تمدن کلا غلطه. حالا در زمان بعضی از افراد این مد شد و یک ادم چیز کردن، کلمه اشتباهی فهمیده بودن، گفتگوی فرهنگا هستن، گفتگوی تمدن. دو چیز میتواند اقوام مختلف یا حتی یک ایده میگم ملیت، ولی من معتقدم اقوام شاید درسته باشه، چون اگر ما بگیم چندین ملیت در ایران وجود داره، ایران میشه سازمان ملل متحد، این که درست است، بلکه اقوام درسته. بله نه چیز اصلا بسیار سیاسی میگم ملیت‌های مختلف هستند. ملیت ترک در ایران نیست، قوم ترک زبان هست که ایرانیه، حالا زبانش ترکیه، زبانش لوریه یا فارسه. بنابراین دو چیز میتواند اقوام مختلف ره که سلیقه های مختلف و حتی نگرش های مختلف دن در کنار جمع کنه. یکی این هست که ما بیایم به زور اینها رو جوشکاری کنیم، لحیم کنیم و کنار هم دیگه نداریم که تا حالا این کار شده. یک کار درستر و عقلانی این هست که ما بیایم منافع ملی رو به همه اینا به طور مشترک بدیم که اون کرد حس نکنه که من تهرانی دارم حقشه میخورم، اون لور فکر نکنه که فراموش شده است، همونقدر به اون لور باید توجه بشه که به این بلوش یا به این فارس زبان. این عملی نشده. ایدئال این هست که درآمد ملی به نحو منصفانه و عادلانه طوری تقسیم بشه که تمام اقوامی که مختلف هستند در ایران احساس بکنن که سهمشان داده شده و حقشان داده شده. حقشان وقت فقط پول نیست، باید زبان خودشان داشته باشن، باید ادبیات اون زبان داشته باشن یا اون لهجه داشته باشن، باید تمام امکانات تا حد حتی خودمختاری یا فدرال به اینا داده بشه. من با فدرالیسم اینا زیاد موافق نیستم، برای اینکه تو جاهایی مثل ایران خیلی فساد انگیزه، نه اینکه خود فدرالیسم بد باشه. اون کسانی که روی این کشور سوء نیت دارن، اون داره انگولک میکنن اون داره. این ما دیدیم دیگه، زمان مثلا اتفاقات خاصی پیش اومده. حالا به هر حال ماجرا این است که بایستی تا حد نه خود با تا حد خود مختاری به اقوام توجه استقلال داده بشه و در منافع ملی چنان سهیم باشن که این خود مختاری به تضییع منجر نشه. یعنی تولید باید شکل بگیره، بخش خصوصی شکل بگیره، سیستم به طور بنیادی عوض بشه تا اینکه این قضایات امکان پذیر باشه. بعد اونجا کارخانه که در تهران هست در اونجا باشه، اون کارخانه کارگر داشته باشه، اون بعد رونق داشته باشه، مالیات برگرده بره اونجا خرج بشه، اونجا روی پای خوش روزه اقتصادی بیسته و فکر کنه که اگر از ایران جدا بشه بهش ضرر خواهد خورد. این اون چیزیست که ایداله. وگرنه الان به زور اسلحه ما اقوام تا حالا نگه داشتیم کنار هم دیگه. البته یه مدار خود مردم دوست دارن تو کشور باشن، اما به هر حال یه نارضایتی هم وجود داره، اونم به خاطر تبعیضای وحشتناکه. اون تبعیض از بین بره نیازی به اسلحه نیست.